قصه امروز ما از بیان درست آرزوها شروع میشه. سلام، من ایمان براتوکیلی و این 92مین اپیزود از سری اپیزودهای پادکست 365 درجه است و برخلاف اپیزودهای دیگه‌مون این از اون اپیزودهاست که خیلی کوتاهه اما باید تکرار بشه زیاد برای هممون. وقتی که راجع به طلب کردن آرزوها از دنیا صحبت میکنی، یک چالشی به وجود میاد این وسط، یک خط مثل سایه به وجود میاد، یعنی یه خطی که روشن نیست، کاملا نمیشه دیدش، حواشی داره، یه ذره توسی رنگه، انگار لایه هایی داره روش که کاملا اجازه نمیده به ما که اون خط و اون مسیر رو کامل درست ببینیم. برای همینه که هیچ وقت مطمئن نیستیم از قدم هایی که برمیداریم و اتفاقا همینه که دنیا رو جذاب میکنه. اما آرزوهامون رو چجوری طلب میکنیم؟ وقتی که دوست داریم رشد کنیم، آیا دستمون رو روی آسمون میگیریم و میگیم که من دوست دارم رشد کنم؟ آیا این رشد کردنه در قالب یک پکیج به ما میرسه، در قالب یه بسته به ما میرسه، یا حتی اگه بخوایم مثلا پولدار بشیم میگیم خدایا، حالا یکی ممکنه به خدا اعتقاد نداشته باشه، اصلا بگه جهان هستی، بالاخره توی اون سیستمی که داره این انرژی ها جابجا میشه یکی به یه چیزی اعتقاد داره دیگه، به اینکه جهانی هست و این جهان با تو ارتباط داره و این جهان بیرون با جهان درون تو ارتباط میگیره. چون بخوایم نخوایم باید باور بکنیم که درون ما یک جهان بی انتهاست، پر از کهکشانهای متفاوت که هر کدوم از اینها کنار هم قرار میگیرن و اون گلکسی رو تشکیل میدن که ما رو تشکیل میده. برای همینه که هر چقدر بیشتر به درون خودمون برگردیم و هر چقدر جهان درونی خودمون رو بهتر بشناسیم، نمود بیشتری میتونیم در جهان بیرون داشته باشیم، میتونیم در جهانی که داریم اون رو تجربه میکنیم و میبینیم و میفهمیم. چرا؟ چون داریم لمسش میکنیم، این رو باور بکنیم که از درونمون رسیده به این نقطه و این چیزی نبوده که تجربه کردیم. چون تجربه کردن ما بر مبنای بک‌گراندیه که ما داشتیم و پیشینه ای که ما داشتیم. و پیشینه ما کجا تأثیر میذاره؟ توی درون ما. پیشینه ما و تجربیات قبلی ما و آموخته های ما جهان درون امروز ما رو شکل داده. و اون چیزی که از جهان بیرون داریم حس میکنیم و میفهمیم و درک میکنیم از جهان درونمون در میاد. برای همینه که جهان بیرون برای بعضیا فقط جهانی است پر از مادیات و برای خیلی ها جهان بیرون جایی است که به تو فرصت هایی داده میشه که بتونی فرصت ها رو تبدیل بکنی به آرزو. اصلا انگیزشی نیست، کاملا درونی و کاملا در ارتباط بین درون و بیرون شکل میگیره. حالا یعنی چی اصلا کل این حرفا؟ وقتی ما یه چیزی رو میخوایم، یه مثالی بود قدیما میزدن، خیلی میگفتن طرف رفته مشهد امام رضا، چون با ایام مبارکی که درش هستیم هم همخوانی داره میشه این مثال رو زد. طرف رفته مشهد و پیش امام رضا و گفته که آقا ما پول میخوایم، چه وضعیتیه، چه زندگیه، خدایا یه پولی برسون به ما. و شب نجوا میاد براش، میگه که لام از سب یه حساب بانکی باز کن، خدا برات بی بی دی با بی دی بو میکنه و پولو میریزه به حسابت. اون حساب بانکیه چیه؟ چجوری شکل میگیره؟ اصلا چی باعث میشه که ما یک بستری رو آماده داشته باشیم برای اینکه یک آرزویی به تحقق بپیونده؟ این اون خط باریکیه بین ادراک آرزوها و خواستن آرزوها. چون وقتی آرزوها رو طلب میکنیم بدون اینکه درکشون کرده باشیم،
اون وقته که نمیفهمیم این آرزو چجوری به واقعیت بدل میشه. پس اگه داریم آرزو میکنیم که پولدار بشیم، باید بدونیم آرزو نمی کنیم برای اینکه پول به ما برسه، داریم آرزو می کنیم برای اینکه جهان فرصت هایی رو به وجود بیاره که ما بتونیم با استفاده درست از اون فرصت ها پولدار بشیم. اگه داریم آرزو می کنیم که به ما قدرت برخورد با روزهای سخت رو بده، به ما صبوری یاد بده، اون وقته که باید منتظر باشیم که جهان برای ما چالشی رو به وجود بیاره که در طول مسیر دیل کردن با اون چالش صبوری رو یاد بگیریم، در طول دیل کردن با اون مانعی که به وجود میاد رشد کنیم. پس اگر داریم آرزوی میکنیم، بدونیم که آرزوی ما خود اون هدف نهایی نیست و آرزوی ما باید برای فرصتهایی باشه که به ما اجازه بده به اون آرزو و به اون هدف نهایی که داریم برسیم. پس یه کمی بهتره فرصتها و نشونه هایی که تو روزها برامون اتفاق میفته رو جدیتر بگیریم، چون خیلی وقتا من دیدم حتی در برخوردهای خودم که آدم ها فرصت رو نمیشناسن، طرف مدت ها منتظر این بوده که این امکان براش فراهم باشه که یک اتفاق ساده بیفته، حتی یک مقاله ای چاپ کنه، یک کتابی بنویسه. من این فرصت رو دادم به آدم ها، اما چون طرف فکر میکرده که نه، قرار یک مقاله از آسمون براش نازل بشه، یک کتابی نازل بشه، بگن بفرما اسمتو بنویس توش، این میشه مال شما. پس اشتباه نگیریم، آرزو کردن و رسیدن به آرزو رو اشتباه نگیریم، با درک فرصت هایی که به ما امکان رسیدن به آرزوها رو میده. این اپیزود از اون اپیزودهایی که شاید لازم باشه یکم راجبش بیشتر فکر کنیم. همین، امیدوارم روز خوبی داشته باشین. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.